شنونده یه پادکست 107 پارس هستید. درود بر شما شنوندگان عزیز، من نادر تغیزاده هستم، تهیه کننده و مجری پادکست 107 پارس. امروز در پادکست 107 پارس مصاحبه‌ای با کشیش تات استوارت خواهم داشت. کشیش تات با اصالت آمریکایی در دوران کودکی به همراه خانواده به ایران سفر کرده و در آنجا سالها اقامت داشته، دورانی که در آن شاهد تغییرات سیاسی و اجتماعی در ایران بوده است. ایشان یکی از برجسته‌ترین رهبران کلیساهای فارسی زبان و انگلیسی زبان است. کشیش تات استوارت به غیر از زبان مادریش به زبان فارسی و ترکی آذری تسلط کامل دارد. در این قسمت از برنامه زندگی من برگی از دفتر خاطرات کشیش تات استوارت را با هم خواهیم شنید. زندگی من. سلام و درود میفرستیم به کشیش تات عزیز که امروز دعوت ما رو پذیرفتید و تو پادکست برنامه زندگی من از 107 پارس با ما همراه هستید. خیلی خیلی ممنونیم کشیش تات که دعوت ما رو قبول کردید. خواهش میکنم نادر جان، خیلی ممنون که به فکر من بودید و من دعوت کردید. افتخار مال منه که بتونم با عزیزان صحبت کنم و با هم صحبت کنیم راجع به کارهای خداوند. خدا رو شکر برای وجودتون کشیش تات. کشیش تات شما کجای امریکا هستید؟ من در یک شهر کنار کوها به شهر دنور، یعنی 1000 مایل فاصله از کالیفرنیا که خیلی ها شاید کالیفرنیا را بشناسند، و آب هواش آب هوای تبریز همدانه، یعنی کنار کوهیم، هوا خشکه. اینجا ما کولر آبی استفاده میکنیم و من دیگه اگر ایران نمیتونستم باشم، بالاخره جایی هستم که آب هوای ایران داره. بله بله، شما به هر حال خیلی ایران زندگی کردید، سالها ایران زندگی کردید و از فارسی صحبت کردنتونم خیلی مشخصه که فارسی رو خیلی خیلی خوب صحبت میکنید. من فکر میکنم اگر کسی شما رو، یک ایرانی اگر شما رو نشناسه و باهاتون صحبت کنه، متوجه نمیشه شما آمریکایی هستید. دست در نکنه آقا، ما از خدا میخواییم. بسیار خوب کشیش تات، مشتاق هستیم درباره دو دوره از زندگی شما در ایران صحبت کنیم. دوره قبل از انقلاب که شما در ایران بودید و بعد از انقلاب. درسته. به همراه خانواده سالها تو ایران زندگی کردید، درسته؟ کاملا درسته. پدر مادر من در سال 1947 رفتن ایران، دوره‌ای که فکر کنم رضا شاه شاید هنوز شاه ایران بود و من 1 ساله بودم وارد ایران شدم. من کلا 17 سال در ایران زندگی کردم. 12-13 سالشان در تبریز بود، 1-2 سال در مشهد، 1-2 سال در همدان و بقیه وقتا تو تهران وقتی که اونجا به دبیرستان می رفتم در نوجوانی. 17 سال خیلی زیاده. بله، اما سالای خوب بود. خدا رو شکر. خب کشیش تات، چرا ایران؟ چه چیزی باعث شد که به ایران سفر کردید و اونجا موندگار شدید؟ خب اولا پدر مادر من رو بردم، پس باید بپرسیم چرا پدر من و مادر من رفتن ایران و این بلد. داستانش یکی 2 دقیقه طول میکشه، من فکر کنم با ارزشیه. وقتی پدرم به دنیا آمد، یکی از 2 قلو بود، 2 قلوی اول مرده آمد به دنیا و میترسیدن که بابای منم از بین بره، چون که 1 ماه و 6 هفته زودتر به دنیا زایده شد و صدا کردن یک ایماندار و آمد تو بیمارستان و دست گذاشت روی بابام و دعا کرد. و وقتی دعا کرد گفت خداوند اگر این بچه رو تو حفظ کنید، ما او رو تقدیم افغانستان میکنیم. حالا باید بدونی اون زمانا امریکایی ها اصلا نمیدونستن افغانستان کجاست و در دعای خیلی جالبی بود و خداوند سریع جواب داد به این دعا.
و به پدر من هیچ وقت نگفتن که تو در بچگی تو رو تقدیم افغانستان کردیم، اما در نوجوانی خیلی کنجکاو شد از جهان اسلام، از افغانستان، و وقتی سربازیش تمام کرد از جنگ دوم جهان که در آلمان بوده به عنوان یک پزشک در سربازی نظامی آمریکا، رفتن درخواست کردن از کلیسا که میخوام بریم افغانستان. گفتن خندیدن، گفتن افغانستان اصلا مسیحی را راه نمیده، حالا بگذاریم از یه میسیونر. اما گفتن تو ایران ما 6 تا بیمارستان داریم و نیاز به پزشک داریم، و بابام گفتی باشه، چون که همسایه افغانستان هست من میرم ایران. پس پدر مادرم با این دیدی که میخواستن در جهان اسلام خدمت بکنن، و پدرم پزشک بود، مادرم پرستار بود، رسیدم به تبریز و در تبریز ترکی یاد گرفتن و من اونجا بزرگ کردن، و بابام نزدیک 20 و چند سال رئیس بیمارستان مسیحی تبریز بود. بله، چقدر داستان جالبی هست. اصلا تصور این که در اون دوران، دورانی که قبل از انقلاب هست، دارم اینو تجسم میکنم که قبل از انقلاب شرایط در ایران به چه شکلی بوده، و وقتی که پدر شما بدون این که اطلاعی داشته باشه که ایران اصلا در چه شرایطی هست و مسلمان نشین هستن بیشتر، میخواد بره اونجا و به عنوان یک میسیونر توی بیمارستان کار کنه و خدمت بکنه. حالا کشیشتد، دوران قبل از انقلاب رو شما خودتون چطوری تجربه کردید؟ خب من سال 64 میلادی از ایران برگشتم آمریکا برای تحصیلات خودم، اما اون ایرانی که من میدیدم، اون تهرانی که من دیدم، خیلی غربی شده بود، خیلی آزادی بود، خیلی یعنی هر نوع تفریح فیلمی تو ایران بود، و احساس میکردم که خود کلیسا هم درگیر پول ساختن و دویدن زندگی، و خود کلیسایی که ما عضوش بودیم، کلیسای انجیلی ایران، زیاد غیرت برای خدا نداشتن، یعنی خیلی سنتی شده بود. و من خودم اون دوران خیلی قوی نبودم در ایمانم، اما کلیسا می رفتم به خاطر پدر مادرم که همیشه ما را به این طوری تربیت کرده بودن، و می شنویدیم از جوانا که شکایت های از شاه، از دولتش، از این حرفا می شنویدیم، اما ما هیچ وقت نمی تونستیم باور کنیم که هیچ کسی جرأت داشت که مقابل شاه کاری بکنه. پس خاطرم این طوریه فعلا. بله، پس شما یه دوره‌ای که ایران غربی رو در حقیقت با اون فرهنگ غربی که به سمت، به قول اون موقع شاه میگفت که میخواد به سمت پیشرفت ببره، تکنولوژی رو پیشرفت بده، اون دوره رو شما تجربه کردید، اونجا زندگی کردید، و کلیسای اون موقع به قول شما کلیسای سنتی بوده و به شکل امروز نبوده. حالا امروز بعد انقلاب، حالا اونجا رو که شما توضیح دادید، من میخوام سوال رو اینطوری بپرسم که بعد انقلاب چی شد؟ آیا تأثیری گذاشت هستن روی کلیسا یا نه؟ چطوری تأثیر گذاشت؟ و همینطوری چطوری که ما بعد از انقلاب برگشتیم ایران، یعنی آقای خمینی اول فبروئر 79 از فرانسه وارد ایران شد و ما اون تابستان وارد ایران شدیم، یعنی وقتی ما وارد ایران شدیم دولت خاصی در کنترل نبود، نه پلیسی، نه هیچ آدم نمیدید، مردم یه مقداری دیوانه شده بودن، پشت چراغ قرمز وای نمیستادن، گفتن آزاد شدیم، میتونیم هر کاری دل ما میخواد بکنیم. و چطوری ما میتونستیم برگردیم ایران خودش داستانه، چون که ما گفتیم که با کی تماس بگیریم، ویزا بگیریم. بعدا دوستان من رفتن پیش آیت الله طلقانی و ازش پرسیدن در این انقلاب شما اجازه میدید که خارجی ها کلیسا داشته باشن، کشیش داشته باشن؟ گفت چرا نه، و تلکسی فرستاد به سفارت ایران در آمریکا و ما میتونستیم ویزه 4 ساله با اجازه کار و ورودی خارجی جمهوری اسلامی به دست بیاریم و وارد ایران شدیم.
چیزی که حس کردیم در کلیسای ایران این بود که یه ترس شدید آمده بود. یعنی ایماندارا فکر میکردن و شاید درست هم فکر میکردن که این رژیم اسلامی زیاد با چشم خوبی نگاه نمیکنه به کلیسا. پس اون روزای اول که ما ایران بودیم هر یک شنبه یا جمعه که اگه عبادت میکردیم میشنویدیم که یه خانواده دیگر خارج رفتن، یعنی کلیساها در خالی میشد. اونایی که پول داشتن، اونایی که ارتباط داشتن، اونایی که میتونستن سریع از ایران فراری بودن. اما جالبه که جایشان مسلمان ها میریختن تو کلیسا، چادری ها بیشتر دیده میشد، مردم میامدن تو کلیسا و این خودش یه چالش بود، چون که ما نمیدونستیم اینا واقعا آمدن از مسیح بشن، آمدن کار دیگه بکنن. اما روزای آسون نبود، مردم در ترس بودن، آینده در سوال بود. و وقتی که دولت ایران یک سال بعدش ما را اخراج کرد و تمام میسیونرها و کشیشای خارجی را از ایران اخراج کردن، اونجا خیلی ها فکر کردن دیگه این مسیحیت دیگه تمامه دیگه، یعنی بدون پشتبان خارجی ها، پشتبان پول خارجی ها، توانی های خارجی ها، غیرت خارجی ها، این کلیسا میخوابه و تمام میشه. که البته برعکس شد، خارجی ها که رفتن خدا که نرفت، روحش اونجا موند و کار کرد و خیلی ها ایمان آوردن، خیلی ها به راه های عجیب و غریب با مسیح آشنا شدن. و چرا ما برگشتیم ایران؟ به خاطر کلیسای انجیلی ایران به ما دعوتنامه فرستاد، گفت ما نیاز داریم به کشیشی که هم انگلیسی میتونه موعظه کنه هم فارسی، و من رو دعوت کردن و ما این دعوت را از خدا گرفتیم. یعنی وقتی کلیسای ایران، من آمریکایی و خانومم که آمریکایی هم متولد مشهده، منم فارسی بلده و هم دیگه سالا میشناسیم، گفتیم این صدای خداست. پس ما برگشتیم. پس اون سالای درست قبل از انقلاب ایران نبودیم، یعنی 10 سال قبل از انقلاب ایران نبودیم. نه، بعد از انقلاب یک سال آمدیم موندیم، بعدا دولت ایران ما رو اخراج کرد. بله، شما فرمودید همسرتون هم مشهد به دنیا اومدن. بله، مشهدیه. بله، شما با همسرتون چطوری آشنا شدید؟ اینم داستان داره. ببین وقتی که آدم سنش بالاست همه چیز داستان داره، اما جالبه که پدر مادر او هم اینا داستانای جالبی هن. کشیش داد مردم مطمئن نمشنونده های 107 پارس تشنه شنیدن این داستانا هستم. من خودم هم همینطور. اوکی باشه. ببین پدر مادر همسرم دکتر موری و خانمشون، اونا میسیونر بودن در شهر مشهد، اونا مشهد فرستاده شدن در همون دوران پدر مادر من که تبریز بودن. در سال اول خدمتشان یک کنفرانسی گذاشتن تو تهران برای میسیونرهایی که تازه وارد ایران شدن، یعنی اینا رو جمع کنن یا کمی تشویقشان بکنن، این دلشان که تنگه برای آمریکای کمی اینا رو دلگرمی بکنن، آرامش بهشان بدن. پس پدر مادر من و پدر مادر خانمم با هم تو تهران بودن و خانمم فقط 2 هفته بود که به دنیا آمده بود، یعنی یه نوزاد خیلی کوچولو بود. و مادرش به مادر من میگه که نمیخوای که بچه جدید منو ببینی؟ که مادرم گفت چشم، ما دوست داریم بچه تازه رو ببینیم. و من در دستش گرفت و من خانمم را وقتی او 2 هفته بود و من 2 سالم بود اولین باری که ملاقاتش کردم. خیلی جالب. بعدن توی دوره دبرستان هر دوتای ما در تهران بودیم، در یک خوابگاه میخوابیدیم و اونجا بچه های میسیونر از استانها، از مثلا مشهد و تبریز همه جمع میشدیم و اونجا هم در دوره دبرستانی با هم دوست بودیم، خیلی نزدیک بودیم و هیچ وقت هم فکر نمی کردیم ازدواج خواهیم کرد. پس ما الان 51 ساله که همه با ازدواج کردیم، به قول ایرانی ها پا به پا داره پیر میشیم. خدا رو شکر، خدا رو شکر برای وجودتون، هم شما هم همسرتون که همه میدونن آشنا هستن با خدمتهای شما. کشیش داد از ایران بعد انقلاب تو اون بهبهه بگیر بگیر که مخصوصا وقتی آمریکایی ها رو به گروگان گرفتن
از طرف جمهوری اسلامی، شما چطوری از ایران رفتید بیرون؟ خب ما اونجا بودیم، البته روز تاریخش نوامبر 4 1979 و روز یک شنبه بود، یاد هست ما در کلیسای حضرت پتروس در اون زمان خیابان قوام سلطنه که عوض شده به خیابان سیم و تیر اونجا بودیم و این خبر رسید که اتفاق شده و ما زیاد برای ما یعنی گفتیم خب زود تمام میشه دیگه، دولت ایران که نمیذاره سفارت مثلا یک کشوری بگیرن، اما خب البته داستان همه میدونن چی بوده. پس ما تقریبا نزدیک یک سال بعد از این اتفاق از ایران آمدیم بیرون، یعنی اونجا بودیم و البته روزای اول یک کمی ترسیدیم، گفتیم نکنه تمام آمریکایی‌ها رو میخوان جمع کنن، اما آیت الله خمینی آمد روی رادیو گفت که ما کاری با ملت آمریکا نداریم، چالش‌های ما مشکلات ما با دولت و دست نزنید به آمریکایی. البته اون زمان تو کل تهران فکر نمی کنم 200 آمریکایی بود، میدونی قبل از انقلاب 55,000 تا آمریکایی تو تهران زندگی میکردن، بعد از انقلاب شدیم 200 نفر، پس تعداد آمریکایی خیلی کم بود. اما خب خیلی ها به خاطر که سفارت نبود من صدا میکنم، آمریکایی که میترسیدن گفت ما چیکار کنیم، سفارت که نداریم بریم کمک بگیریم. پس من به خاطر آشنایی با ایران و فارسی خیلی ها رو کمک میکردم و خیلی ایرانی ها به نسبت به ما مهربان بودن، زنگ میزدن میگفتن اگه چیزی لازم داری غذا کم داریم و میاریم، و ما اون قلب گرم و پر از محبت ایرانی ها رو هم دیدیم اون زمان. و فقط اینایی که خیلی تعصب داشتن و خیلی مثلا در خط ایمان بودن ما رو زیاد خوش را نمیاد و بعضی وقتا تو خیابان متلک میزدن و یا حرفای میزدن به ما، ما همیشه جوابشان فارسی میدادیم، گفتم آقا در چی میگی، ما گفتیم ما ایرانی هستیم و ما کاری نداریم. در هر حال روزای آسانی نبود حقیقتش، ما هر روز به بی بی سی و صدای آمریکا و فارسی زبان و انگلیسی زبان گوش میکردیم که بفهمیم تو شهر چی میگذاره، چون که اخبار رسمی ایران چیزی به ما نمیگفت که به درد ما میخورد. و در هر حال در تابستان بعدش که ما اخراج شدیم مجبور شدیم که از ایران خارج باشیم، اونم داستان داره، چون که وقتی که رفتم ارشاد ملی به من گفتن به شما 10 روز وقت بدیم که ایران ترک کنیم. حالا مشکلی بوده تمام پروازایی که از ایران خارج میرفت همه صندلیاش پر بود، چون که ایرانی ها فراری بودن از کشورشون و من خیلی ترسیدم چکار کنم، گفتم چکار کنم، رفتم سفارت سوئیس سوئیسرلند و اونجا با رئیس اونجا صحبت کردم و گفت چه روزی میخوا بری؟ گفتم خب روز هفتم. پس او به پرواز سوئیس زنگ زد، گفت که این خانواده را باید بذاری روی پرواز به سوریک که اینا از کشور برن بیرون. پس خداوند واقعا پشت ما را همیشه گرم نگه داشت. نادجا ما هیچ ترسی نداشتیم، خداوند و کلیسا، بچه های کلیسا، مخصوصا جوان ها، خودم جوان بودم، خیلی ما را یاری کردن، کمک کردن. خدا رو شکر، خدا رو شکر، چه داستان واقعا جالبیه. اصلا من فکر میکنم از روی این کشیش تد میشه یک فیلم ساخت این داستانهایی که شما تعریف میکنید. بله شاید فیلم باشه. من الان در نوشتن کتابی هستم راجع به زندگیم و رایی که خدا در من کار کرده و چیزایی که در ایران دیدم، و این کتاب فارسی هم چاپ میشه. هنوز نصف کتابش نوشتم، تمام این تابستان بیشتر کارم روزی 2-3 ساعت فقط می نویسم، چون که نوشتن آسون نیست، 2-3 ساعت نوشتن خودش انرژی می خواد و شاید هم یه روزی فیلم باشه، نمی دونم.
بله، امیدوارم که کتاب که تموم شد پس ما از الان این مصاحبه ای رو باز با شما رزرو کنیم که یه مصاحبه دیگه برای کتاب داشته باشیم. البته من کتاب رو بعد از اول تا آخر بخونمش، بعد بتونیم با هم دیگه بیشتر صحبت کنیم. امیدوارم که فیلمش هم در بیاد. کشیشت، از کلیساهای خونگی که الان در ایران وجود دارن اون از چه زمانی شروع شدن؟ آیا قبل انقلاب هم این کلیساها وجود داشتن یا یه چیزی بود که حرکتی بود که جنبشی بود که بعد از انقلاب اتفاق افتاد؟ این بعد از انقلاب اتفاق افتاد، چون که وقتی در قبل از انقلاب تمام مراسمای کلیسایی و کلیسای رسمی تو خود ساختمان کلیسا بود. البته خب بعضی خونهشون باز میکردن برای جلسه دعا از این چیزا. اما بعد از انقلاب که دولت هی سختتر و سختتر فشار می آورد روی کلیسا و زمانی بود که می آمدن دم در کلیسا کنترل می کردن، خواستن اسنامه همه رو ببینن، وقتی ویگن یا مثلا اوبیک و از این آدم هایی وارد به کلیسا می شدن کاری نداشتن، وقتی یه شخصی به نام محمد یا حسین می خواست وارد به کلیسا باشه گفتن شما اینجا چیکار میکنید؟ پس یواش یواش دولت به کلیسا گفت که شما حق ندارید مسلمان رو بیارید تو کلیسا و بشارت بدید. پس اونجا رو قدس هدایت کرد خیلی از کشیشان، البته من این شنیدم چون خودم اونجا نبودم اون زمان، که گفتن خب پس اگه ما نمیتونیم افراد را بیاریم تو ساختمان کلیسا، ما اونا رو تو ساختمان نمیاریم، بیاریم تو خونه های خودمان. پس یه تعداد اعضای قوی، ایماندار قوی را تربیت کردن، تعلیم دادن، کتاب بهشان دادن، فیلم مسیح بهشان دادن، گفتن که شما شروع کنید، بشارت بدید و تو خونهاتان میتونید یواشاش کلیسای خانگی را شروع کنید. و فکر کنم بعد از این که در اون سالهایی که 5-6 تا 7 تا کشیش را ایرانی شهید شدن، اوضاع بهتر شد. یعنی در 1994-95 زمانی که برادر هایک را کشتن و دیگران، اونجا بیشتر مردم به خونه ها رفتن و جالبه که این باعث شد که کلیسا بیشتر رشد کنه. یعنی همون کاری که دولت کرد که میخواست مسیحیت را خفه کنه باعث شد که مسیحیت پخش شد، چون که مردم دیگه آزاد بودن، یعنی بعد 2-3 نفر 4 نفر. بعدم با آمدن کارهای ساتلایت اینم خیلی کمک کرد، دیگه لازم نبود خیلی ها حضورم برن تو ساختمان ها. و میدونید این اخیر دیگه الان چندین ساله که تمام ساختمان ها کاملا به روی فارس زبان ها بسته است و اون دیگه نیست. ولی اگر یعنی کلیسا بدن مسیح هست و الان تو ایران فقط ارمنیا و آسوریا و زبانهای دیگه میتونن توی یک ساختمان ها جمع بشن و کلیسا در کلیسای خانگیه. و این در هر اجتماعی در هر جای تاریخ که کلیسا تحت جفا آمده، این روش رو قدس جلو آورده که در جنگ روحای کوچولو 10 نفر 6 نفر 5 نفر جمع بشیم تو خونه خدا رو بپرستیم. و جالبه از این را خداوند رهبرای بیشتری هم تولید میکنه، چون که الان جایی که مثلا یک کشیش به 200 نفر موعظه میکرد الان مثلا 30 نفر داریم که کلام را باز میکنن و دیگران. خداوند داره آماده میکنه زمینا را برای روزی که آزادی برگرده و خیلی ها الان داریم تو ایران، خارج ایران، ترکیه، تو کشورهای مختلف که رشد کردن در کلام، مسیحیت را خوب بلدن و خدمت میکنم. خدا رو شکر، خدا رو شکر برای خدمت‌های شما و خدمت‌های دیگر عزیزانی که هم در ایران هم از خارج از ایران دارن خدمت میکنن برای رشد کلیساها و مسیحیت در داخل ایران. کشیشت، دیگه وقت شما رو زیاد نمیخوام بگیرم، یه پرسش پایانی میخوام از شما بپرسم که زیباترین خاطره شما چیه از اون دوران؟ و یا تلخترین و یا عجیبترین خاطره شما از اون دوران چی است؟ خب خیلی روی این فکر کردم و چیزی که به نظر میاد برای من شیرین ترین این بوده که آخرین تابستان که ایران بودم رهبر یک کنفرانسی بودم در باغ بشارت که در شمران هست و
اونجا 97 نفر جوانای از کلیسای انجیلی و از کلیسای اسقفی جمع شدیم برای یه هفته. و خب روزهای سخت بود برای جوانا، مثلا دخترها، آینده ما چی خواهد بود در این جمهوری اسلامی. و ما کتاب رومیان را مطالعه کردیم، هم زندگی مسیح را در مرقس مطالعه کردیم و خداوند یک بیداری داد. و در آخرین شب این کنفرانس 97 نفر به زانو آمدند و خودشان را به طور کامل تقدیم عیسی مسیح کردند. و امروز خیلی از اون جوونا رهبران کلیسای ایران هستند و خیلی ها را من هنوز میشناسم، هنوز ارتباط دارم باشن. و در اون کنفرانس نه تنها واقعا مسیح را شناختن، اما قلباشان را تسلیم کردن برای خدمت عیسی مسیح. این شیرین ترین چیزی هست که چون که من فقط یک سال میتونستم در ایران بمونم و فکر میکردم که چه فایده بود، اما فکر میکنم برای همون کنفرانس خداوند منو برد ایران که این جوانا بیدار باشن و یک بیداری شروع باشه در این دوتا کلیسا. تلخ‌ترین اتفاقی که شد، اسقف دهقانی که اسقف کلیسای اسقفی ایران بود، خودش مسلمان زاده بود که مسیح شده بود، یه پسری داشت به نام بهرام. خب مادرش انگلیسی بوده، یعنی اسقف خانومش مارگریت انگلیسی بود و در اوایل انقلاب بهرام را کشتن، به خاطر که بهرام برای بی بی سی کار میکرد و گزارش هایی از ایران به خارج میداد. و من رفتم به مراسم یادبود بهرام در کلیسای اسقفی تهران و اونجا 495 نفر جمع شدن، خیلی خانما در چادر. و در تا این زمان پدرش از ایران خارج شده بود از ترس که شاید اونا میخوان بکشن. و در اون مراسم من نشستم و گفتم که خدایا چرا این بهرام جوان به این خوبی اجازه دادی کشته باشه. و خیلی خیلی زمان غمی بود برام. اما وقتی که شعری که باباش نوشته بود خونده شده و اصرار شده که هیچ انتقام جو نباشیم، ببخشیم اینایی که بهرام کشتن، روی خدا به طور عجیبی ریخت بالای سر تمام این مسلمانایی که اونجا جمع شده بودن و همه شروع کردن به گریه کردن. و اونجا من یه چیزی فهمیدم که با ریختن خون ایماندارا خداوند ملکوتش را جلو میبره. این شاهدایی که کشیش جانشان را دادن و این بهرام که بیگناه بودن کشتنش، اینا همه باعث شد که خداوند غیرت بیشتر پیدا کرد در ایران و خداوند روش بیشتر ریخت و خداوند به طور عجیب و غریب در ایران شروع کرد به کار کردن. و من اونجا اشکم در آمد که خداوند در این زمان تلخ من دست تو رو میبینم و مطمئنم که از این استفاده خواهید کرد برای رشد ملکوت خودت در کشور عزیز ما ایران. آمین. کشیش داد، هم داستانهایی که تعریف کردید، خاطرات زندگیتون که خیلی زیبا هستن همشون و مطمئنم خیلی خاطرات زیادی از ایران دارید و گوشه ای از این خاطرات رو محبت کردید، لطف کردید و با ما به اشتراک گذاشتید که شنونده های ما هم بشنون. و همچنین این دو خاطره زیبا و تلخی که گفتید، منقلب شدم از این که جوانایی مثل بهرام که الان هم وجود دارن و اونها رو خونشون رو میریزن و یا در جفا هستن. به هر حال خدا رو شکر برای وجود رهبرانی مثل شما برای کلیساهای ایران و کسانی مثل شما که دل دارید برای کلیساهای ایران و جوانای ایران و مردم ایران. کشیش تت گرامی، ازتون خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و گوشه ای از خاطرات خیلی زیبای زندگیتون رو با ما و شنوندگان عزیز 107 پارس به اشتراک گذاشتید. خیلی ممنون جان. خدا نگهدار. خیلی ممنون. خدا نگهدار شما.
خب شنوندگان عزیز، بسیار سپاسگزارم از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید. تا پادکستی دیگر و برنامه دیگر، شما را به دستان پرتوان عیسی مسیح می‌سپارم. بدرود. Thank you.